سرخط خبرها، وزیر تحصیلات عالی طالبان: هیچ کس به اندازه ملا هیبت الله به زنان شفقت ندارد. کمک های نقدی بین المللی به افغانستان تحت کنترل طالبان به 2 میلیارد دلار رسید. هر لحظه امکان تخلیه کامل کابل از سکته وجود دارد. وضعیت در حال وخیم شدن است. مشروع خبرها، وزیر تحصیلات عالی طالبان میگوید دختران تا امر ثانی از آموزش منع شدند، نه به طور دائم. ندا محمد ندیم گفته است هیچ کس به اندازه ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان نسبت به زنان شفقت ندارد. او گفته برخی بدون شناخت شرایط افغانستان افکار عامه را خراب میکنند که بی‌انصافی است. وزیر تحصیلات عالی طالبان که روز سه شنبه در نشست در دانشگاه کابل صحبت میکرد گفت تمام استادان زن دانشگاه که برای تدریس حاضر نمیشوند معاش خود را میگیرند. طالبان در ماه قوس دانشگاه ها و تمام نهادهای آموزشی را برای دختران بست. این گروه از زمان رسیدن به قدرت دختران بالاتر از صنف ششم را اجازه مکتب رفتن نداد. پاسخ طالبان به خواست و اعتراض شهروندان افغانستان این بوده است که محدودیت ها دائمی نیست و این گروه رای حل پیدا خواهد کرد، اما نزدیک به 2 سال است که دختران از مکتب محرومند. با این حال تصمیم هنوز گرفته نشده است. کمک های نقدی بین المللی به افغانستان تحت کنترل طالبان به 2 میلیارد دلار رسید. منابع خبری طالبان گفته است که با اصول 60مین بسته کمک نقدی 40 میلیون دلاری به کابل، این کمک ها به 2 میلیارد دلار رسیده است. پس از روی کار آمدن طالبان، کمک های نقدی بین المللی به صورت بسته های 40 میلیون دلاری تحت نظر سازمان ملل تقریبا هفته یک بار وارد افغانستان می شود. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان در خبر نوشته که با اصول بسته کمک نقدی جدید، مجموعه این کمک ها به حدود 2 میلیارد دلار رسیده است. این کمک های نقدی تحت نظر سازمان ملل در یک بانک خصوصی ذخیره و از طریق پروژه های امدادی زیر نظر همین سازمان به نیازمندان توزیع می شود. با این حال این نگرانی مطرح شده که ممکن است طالبان از اصول این کمک ها به گونه مستقیم و غیر مستقیم بهره ببرند، ولی نمایندگی سیاسی سازمان ملل یونما تاکید کرده است که این پول ها به دست طالبان نمی رسد. با این حال به باور کارشناسان از آن جای طالبان مدیریت نظام بانکی افغانستان را به دست دارند. از ورود ارز خارجی به افغانستان تحت هر عنوان در مدیریت ارز خارجی و تامین ثبات ارزش پول افغانی استفاده می کنند. رزاق مامون گزارش می‌دهد تصویر وحشتناک قطعی آب در پایتخت. خطر تخلیه کابل از سکته جدی است. در آمیختگی منابع آب با فاضلاب، فقط 23% مردم به آب پاک دسترسی دارند. 6000 کاریز آب در افغانستان خشکانده شده است. اگر در راستای حل بحران آب اقدامات جدی نشود، شهر کابل مدرکه می‌شود. گزارش‌های بسیار مهم از جهان: چین بودجه نظامی خود را در 2023 افزایش می‌دهد. صدای آمریکا گزارش می‌دهد. بر اساس طرح بودجه‌ای که به نشست سالانه پارلمان چین ارائه شد، بیجینگ نسبت به سال گذشته اندک بودجه نظامی خود را افزایش می‌دهد. طرح بودجه‌ای که از سوی وزارت مالیه چین به پارلمان آن کشور ارائه شده است، نشان می‌دهد که بیجینگ در نظر دارد بودجه نظامی خود را در سال 2023 میلادی 7.2% افزایش بدهد. سال گذشته نیز این کشور بودجه نظامی خود را 7.1% افزایش داده بود. این 8مین سال پیهم است که چین بودجه نظامی خود را افزایش می‌دهد و پس از ایالات متحده 2مین کشور جهان است که بیشترین بودجه را برای بخش نظامی اختصاص می‌دهد. در طرح بودجه 224 میلیارد دلار به مصارف نظام چینی اختصاص داده شده است، اما مانند سال گذشته جزئیات این بودجه ارائه نشده است. حکومت چین بین سالهای 2011 تا 2015 گزارش داده بود که بودجه دفاع ملی آن کشور هر سال بین 10 تا 12% افزایش می‌یابد. چین دایوین، استاد پیشین حقوق و علوم سیاسی در پوانتون شانگهای که در حال حاضر در خارج از کشور زندگی میکند، افزایش هزینه های نظامی چین را اندک بیشتر از رشد اقتصادی آن کشور میداند. رشد اقتصادی چین به گفته دایوین نزدیک به 5% است، اما او میگوید که با در نظر داشت آرزوهای نظامی چین، این گونه هزینه های نظامی یک امر طبیعی میباشد. دایوین گفت تقویت نظامی برای حزب کمونیست یک هدف است، زیرا چین آرزوی تبدیل شدن به یک قدرت نظامی منطقه‌ای با هدف تقویت نفوذ خود در جهان را دارد. وین تی سونگ، کارشناس علوم سیاسی در پوانتون ملی استرالیا، میگوید که افزایش بودجه چین تحت تاثیر 3 عامل است.
او گفت مبارزات روسیه در جریان جنگ اوکراین احتمالاً معلومات قابل ملاحظه را در مورد شکل جنگ معاصر و اینکه اردوی چین هنوز به چه زمینه‌هایی برای بهبود نیاز دارد فراهم می‌کند. سونگ همچنین معتقد است که افزایش مصارف نظامی چین ممکن بخشی از پلان بهبود اقتصادی پس از بیماری کووید 19 باشد که هدف آن افزایش اشتغالزایی در سکتور غیر نظامی است. اما به گفته سونگ برای تایوان و سایر قدرت‌ها این تقویت دفاعی الزاما نباید به مثابه سیگنال خطرناک باشد. این می‌تواند به این معنا باشد که چین به جای استفاده فوری از این قدرت نظامی در مرحله توانمندسازی قدرت نظامی خود است. ویلیام برنز رئیس استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا CIA ماه گذشته در مصاحبه ای گفت که معلومات استخباراتی آمریکا نشان می‌دهد که شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین به نظامیان کشورش دستور داده است که تا سال 2027 برای حمله به تایوان آماده باشد. اما آقای برنز گفته است که با توجه به تجربه روسیه در جنگ اوکراین شی جینگ پینگ در حال حاضر ممکن در مورد توانایی‌های خود برای انجام این حمله تردید داشته باشد. با وجود افزایش مصارف نظامی چین، هزینه‌های نظامی این کشور در مقایسه با مصارف نظامی ایالات متحده به مراتب کمتر است. بودجه نظامی آمریکا برای سال 2023 میلادی 797 میلیارد دلار است. این بودجه شامل ارسال سلاح و مهمات برای اوکراین نمی‌باشد. در سالهای اخیر روابط میان واشنگتن و بیجینگ روی مسائل مختلف رو به وخامت نهاده است. مناقشه تجارت دو جانبه، نقض حقوق اقلیت‌ها در چین، بایوجه مسلمانان اویغور در شینجیانگ، وضع قوانین سرگیرانه چین بر هنگ کنگ، موقف چین در برابر تایوان و حمایت آمریکا از تایوان و مناقشه در آبهای جنوب چین که چندین کشور منطقه بر آن ادعای مالکیت دارند، از عوامل عمده تیرگی روابط میان دو اقتصاد بزرگ جهان شده است. بر اساس طرح بودجه‌ای که بر نشست سالانه پارلمان چین ارائه شد، بیجینگ نسبت به سال گذشته اندک بودجه نظامی خود را افزایش می‌دهد. طرح بودجه که از سوی وزارت مالی چین به پارلمان آن کشور ارائه شده است، نشان می‌دهد که بیجینگ در نظر دارد بودجه نظامی خود را در سال 2023 میلادی 7.2% افزایش بدهد. سال گذشته نیز این کشور بودجه نظامی خود را 7.1% افزایش داده بود. این هشتمین سال پی هم است که چین بودجه نظامی خود را افزایش می‌دهد و پس از ایالات متحده دومین کشور جهان است که بیشترین بودجه را برای بخش نظامی اختصاص می‌دهد. در طرح بودجه 224 میلیارد دلار به مصارف نظامی چین اختصاص داده شده است، اما مانند سال گذشته جزئیات این بودجه را نشده است. حکومت چین بین سال‌های 2011 تا 2015 گزارش داده بود که بودجه دفاعی میلیون کشور هر سال بین 10-12% افزایش می‌یابد. تشکر که تا این دم با ما بوده. شب روزتان خوش. الله یار مددگار همه شما باشه.